سلامونه سره مشاهید رن ولیدونکو د دیالوګ پرونه کې مو ز محمد نسیم مستونک زای هرکلای کومنن په دیالوګ پرونه کې افغانستان کې د داعش د دا زپل دا لپاره د امریکایي سرتیرو د بیا را لګلو په موضوع باندې بحث لرو امریکای سناتور مايكل والز وايي چې امریکا باندې د راتلونکو کېدې د داعش ولقایدي د زپل لپاره وسلبیا افغانستان ته خپل سرتيري ووليږي مايكل والز په امریکا کې ویلي چې د بايدن ادارې افغانستان کې ډېر شمیر وسلي پرې خو دي چې په وینا د داعش ولقایده به له دغه وسلو څخه د امریکا په خلاف کار وکړي او د دغه ډلو د زپل لپاره به امریکایي سرتيري او ځل بیا افغانستان ته لاړ شي ته د مخکې د امریکا په خاني والسمشر ډونالد ترامپ هم افغانان کې د پریکودل شوی امریکایي وسلو په اړه د ښکنه څرګند کړې و او ویلي و چې بل ځل والسمشر شینو له طالبانو امریکایي وسلو د بیرته خسل لپاره په افغانستان ته د د هيواد سرتيري و لیګي په دې موضوع د لاس لپاره مو بلنه ورکړه د سیاسي او امنیتي چرشنن کې خغلی مقدم امین سیپته خغلی امین سیپسر مشکور مدان چې بلنه مونږ لوري خبرونه کوم ګډون کړي د خغلی امین سیپته د اسلامي مرتل واکمنې دوه وروسته او د امریکا لوټلو را وروسته لمړی ځل دی دویم ځل چې لډونال ټرمپ وروسته البته لمړی ځل دی چې یو امریکایي سناتورم کټمټ د ډونالډ ټرمپ ته ورته سرګندوني کوي چې افغانستان کې د امریکایي وسلو د لمنځ وړلو یا د دا داعش او القاعده ضد نورټلو د پر د ډیر جرب په نګیراتون کې کې امریکایي سرتیا افغانستان ترشي څنګه ار سوی دغه موضوع واقعا امریکا یا افغانستان سخت د تصویر لري چې دوی بیا یو ځل خپل سرتیا ولې افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم مبارزی ادب قیمته شما او بینندگان محترم تلویزیون آمریکایی ها این که بچه بحانه در 20 سال گذشته در افغانستان بودند صدها و هزارها انسان اینجا تلف شد اما به اثر یک توافق نامه در قطر اینا کشور افغانستان ترک کردند اما این فجایه هایی که صورت گرفته امروز هیچ کس پاسخگوی آن نیست نه دولت افغانستان یا امارت اسلامی و نه ایالات متحده امریکا و نه نظامی که البته به نوع فرو باشید امریکایی ها یک تعدنامه ای دارند یعنی یک توافقنامه ای دارند که بر مبنای اون توافقنامه که به عنوان خطی راه در افغانستان تعریف شده ای توافق توافقنامه تقریبا در حدود 18 ماه بالای از اون صحبت شد که چه تعهدات جانبه در مقابل یک دیگر داشته باشد من فکر میکنم چهار محور بسیار اساسی در آجنده 18 ماهه مذاکراتی که صورت گرفت میتونه این توافق ما را بسیار برجسته بسازه یکی بحث تعدیدات امنیتی بود که یعنی امنیتی ایالات متحده آمریکا چه در دور و یا نزدیک و حتی متحدین ایالات متحده آمریکا از خاک افغانستان مورد حمله قرار نگیرند در بخش دوم بحث خروج سربازان ایالات متحده آمریکا بود و در بخش سیوم مذاکرات بین الافغانی و انتقال قدرت مسالمت آمیز به یک هسته مرکزی که مورد قبول همه افغانها باشد ام. و در بحث چهارم ساختار نظام سیاسی همه شمول که همه گرایش ها و همه اعضا و شخصیت های سیاسی تصویر خدا در ساختار باید ببینند اما گذشت زمان می‌بینیم که یک مقدار وضعیت تغییر داد و هم طالبان بدون برنامه وارد شهرهای بزرگ بمیجا کابل شدن و هم یالات متحده امریکا به یک نوع کشور ترک کرد که یک میراث بدی را به یادگار گذاشت مردم بسیار پراگنده ساخت و یک نظامی که بسیار نیروی مسلح داشت حالا که خوب بود یا خراب یک بحث جداست درست. ولی اینها خیلی براحتی راحتی فرو میپاشه و وضعیت بسیار وخیم میشه اما امروز افغانستان آنچه که از لابلای اخبار شنیده میشه یک تهدید مصوب میشه هم به امنیتی امریکا و هم به کشورهای امسایه و بار دیگر امریکایی ها تصمیم دارند در مجالس های مختلف هم قسمی که شما میشاره کردن آقای ترامپ در یک موقع اظهار کرد که ما باید صلاح های خود از از دست طالبا باید به نوع جمعوری کنیم و قبلا هم ترام گفته بود که ما افغانستان از لحاظ وجود فیزیکی سربازان ما افغانستانه ترک میکنن اما در حوزه استخبارات فعال میباشیم اما امروز یک شیوهای های دیگری که خصوصا ناتوری یک از از سراتورای ایالات متحده آمریکا در رابطه با برگشت سربازان آمریکا به افغانستان با دلایل مختلف اظهار کردند که یاتبت شاید نتونه باری حقوقی داشته باشه ولی میتونه یک سیگنالی خطر برای فضای سیاسی افغانستان باشه خوخهلی ائی مین سپ دی امریکایانو برتر اگر چې دل د هغه چې تاسو دوه هی توافقنامې ته اشاره درلوده چې د سیاسي نظام جوړښتو د بین الاقوامی دیالوګو چې هغه مسایل وو چې اسلامي مراد دغه دواړه اوسوي چې د امریکا یو ډول باندې بهانه کوي چې امریکا د ناکام کړي دغه پروسه څوس په نظر باندې د دوه په تړون کې کوم موارد ایا دغو موارد ته په دقیق اشاره شوی و کنه نور موارد هم د پردي تشاو چې په وروسته دغه سيوازمنه مسایید شي چې امریکا بر افغانستان سره هر دو طرف ته خطي درن اته نميتونم بګیم چې تنهای یالاته د امریکا یا امارات اسلامي یعنی بحث مذاکرات بین الافغانی یک اصل بود <تصف> ساختاری نظامي مشمول یک اصل در متن ان قرارداد نهفته بود یعنی به صورت نباید وارد شرح های بزرگ میشد امارت اسلامی باید با یک تفاهمی بین الافغانی با روحیه های ملی باید وارد این حوزه میشد ما فکر کنم که تا جایی که ما به تاریخ کشورمون به اصطلاح آگاهی داریم افغان ها برای جنگ خیلی به دسترسی پیدا میکنن اما سر سخت است که ما به سادگی به بس صلح برسیم شما در خزایای در قطع نامه یا توافق نامه بند در 2001 می‌بینیم که خلای بسیار بزرگیش می‌تونه ای باشه که چرا طالبان در آشیا گذاشته شدند؟ اینها باید در متن خزایا باید داخل میبودن که سرانجام می‌بینیم که بعد از 20 سال طالبان به یک واقعیتی سیاسی تبدیل می‌شوند و امروز حالا یک تعدید است و یک واقعیت است با هر چی که عنوان میکنیم یک واقعیت ایمیلی است که برای فعلا امروز تعاملی را بو کشړای منطخه او جهان دارل خو غلامین اسلامي امارات هم شم د خبره <تصفح> کوي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات لوکمنۍ دوه وروسته د داعش په ګډون باندې هیڅ دولت راګري زدل فعالیت نه لري او حضور نه لري نو د امریکای سناتور د سرګندونی تر غوډان د ډونلډ ټرمپ سرګندوی د بیا څمانه لري چې دوی برته یو دول د غزګنالو ورکی چې دوی بیا گوخه خپل سرتیر افغانستان ترولي نیروهای کشفی و استخباراتی هر کشور به ویژه افغانستان ایجاب میکند که اینها باید چهره دایش برای جامعه و برای ملت تعریف کنند که دایش کی هست و از کجا سربازگیری میکنند و در زمان جمهوریت هم قرار به این بود که دایش در افغانستان در اکثریت ولایات افغانستان حضور داره اما نظام به صورت قدر رد میکرد میگفت که اولایش که به صدقت وجود نداره و اگر داشته باشه بسیار یعنی در حدی نیست که بیاید نظام رو به چالش بکشه امروز هم که میبینیم طالبها همو اصطلاحاتی را که دیروز با کار برده میشد با کار میبرن که دایش تعدید نمیتونه باشه میتونه یک مزاحم باشه اما یک تعدید نیست اما مشخص نیست که این مزاحم کی هست و در کجا است به هر حال بخوایم نخواهیم امروز در یک ماه گذشته شاهدی این در ولایت‌های مختلف و شمول کابل بودیم که طبیعتا اوزای امنیتی را مختلف می‌سازد برای دشمن و برای خالفین و برای کسایی که با یک دید استخباراتی به منطقه نگاه می‌کنند میته <متحدث> نهګه دстаў ورډ باشه چې فضا فزای امن نیس، إینه باید تصمیم وګیرم در خپل افغانستان. خو خلاص مين سپسرال دي چې امریکایي قانون افغانستان نو وتل او پدې باندې ډیره امریکایي وګړي خو خمو چې نرددوی غمالیات شته چې د افغانستان په جګړه کې د نړۍ فنور هیوادونو کې بجګړه کې لګول کېدل. هغه وس په مول شول د امریکا په ملی پروژو کې کارول کېږي. وس بوخته نه ده چې د امریکان دښنه واقعیا څه تاسو مخکې اشاره درلوده چې لری یا هم نګدی ځای نه د امریکا امنیت غوښ په خیدل لغت چې امریکا غوړی دغه مخنیوي وکړي فکر کوي افغانستان د دی ورتياله لري چې د امریکا امنیت لدې زیو غوخل شي ا یک مقدار اگر ما بخویم وسيتر قضا یاره دنبال کړیم هغو افغانان سري پای خود استاد نستان یعنی امریکایی ها به صورت قد برای امنیتی نظارت دارند 20 سال حضور امریکا در وجب وجب خاک افغانستان که با نسل جوان سر و کار داشت با نسل های با گرایش های مختلفی سر و کار داشت منافع مشترک دنبال میکردند چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ امنیتی یعنی اگر ما یک یک دیدی مشترکی در رابطه با قضایای منطقه با امریکایی ها نداشته باشیم امریکایی ها بخواهیم نخواهیم هم از اوزه اقتصادی میتونن یک چالش ایجاد کنن برای افغانستان هم از لحاظ مواد مخدر هم از لحاظ قاچاق در ابعاد مختلف هم از وضعیت ناگواری که در کشور ما داریم به هر حال هنوز تا زمانی که امارت اسلامی بر مبنای ارزش های ملی جایگاه خود تثبیت نکنه و جایگاه ایالات متحده آمریکا را چه دیروز چه امروز است به عنوان یک روابط دیپلماتیک مشخص نسازه این وضعیت به مشکل ادامه پیدا میکنه او امریکایی‌ها در دروازه از هر دروازه میتونن میتونن ای خلای ایجاد بکنن خو خلای مينسب د افغانستان خو اسلامي مرتوای چې د هي اجازه نور کوي د هي چا اپوزیت باندې وکړول شي په داسال کې چې اسلامي مر د ډاډ ورکی بلخاته اسلامي مر ترسمیت پجنل ته ضرورت لري شغه په ترسمیت او پجنل شي امریکا ولې په دې برخه کې د دې لپاره چې د دوی امنیت مخند شي او په افغانستان کې یو رسمي حکومت موجود وي ولې رسمیت نور کوي دنیا برا... خب، اول باید بپذیریم که چارچوب سیاسی در افغانستان کاملا متفاوت از جهان است. یعنی هنوز مشخص نیست که ما بر کدام مبنا به پستیلا مراکز سیاسی استیوار است که بر اون مبنا باید ما دیپلماسی ما سطح بین المللی داشته باشیم. اگر بگیم خاک افغانستان تهدید نیست، سلام پاکستانی ها به می نظر هستن که طالبان پاکستان از خاک افغانستان سربازای پاکستان مورد حمله قرار میده خب ایرانی ها به این نظر هستن که خب اصلا در مرزی وجود نداره هیچ نوع حراستی از مرزها وجود نداره روزی هزارها کس بدون به پاسپورت و اسناد قانونی وارد خاک ایران می شود همین قسم حزبکستان و تاجیکستان که تعدیداتی را رمزارتی دفاع امارات اسلامی هم برای در اون های در زمان گذشته بالای ازبکستان داشت و بعدا تاجیکستان و باز ایران و بالاخره پاکستان امریکایی ها هم اگر بگیم که جدا از این زد و ها باشه نیست یعنی اوضاع را به شدت تحت نظارت داره و اوزا برای فعلا برای امریکایی ها قابل قبول نیست اون تعهداتی که صورت گرفته بود در قطر تحقق پیدا نکرده و جنگ اوکراین هم تاثیرات منفی خود برای سیاست های و بازی های جدید منطقه میتونه داشته باشه اینجا طالبان هم چالش های هم فرارای طالبان حالا جدا از چالش های ملی میتونه چالش های و جهانی را به نوع متوجه طالبان بسازن تا حد یا با میار های قانونی اینا دست پیدا کنن یا یکی یا یکی در برابری طالبان جبهات جدید را ایجاد کنن. ول <الحق> هغه لامینسب د اسلامي امارت مهمه موضوع د رسمي پیژندنې موضوعه ترغیر وړاندې ملي مشروعیت مسله ده اسلامي امارت ته دغه دوه دو مسایل د تر لاسکې دوه لپاره او نړۍ ته د قناه ور کول لپاره او بیا ک نړۍ ته د ډاټ سینا هم دबई چې استاسو امنیت بنه غو خلکېږي څو کول پکړ دي په دې حساس شرایطو کې درسته ده چې هر کشور استقلال دره در داخلي کشور در داخله خو ده و در عین حال بر مبنای منافع ملی خود موقف گیری میکنه ولی ما از اینکه عضو جامعه جهانی هستیم بالا یک سلسله تعهدات امضا کردیم یعنی یک سلسله معیارهایی است که تابع یک کشور نیست یعنی تابع نظم جهانی است یا امنیتی جهانی است بحث حقوق بشر یک اصل قانونمند در قوانین بین المللی است که تالو چیز افغانستان در مقاطع مختلف پایزو امضا کرده بحث احترام به خانم ها یا به یا طبقه اوناس یک اصل قوانین قانونی در قوانین بین الملل هست بحث نظام های اما شمول که فراگیر با رسیدن از طریق انتخابات و یا نیادهای قانونمندی ملی که اینها تعهداتی است که افغانستان پای در سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنوانسیون های مختلف پای امضا کرده است این تعهداتی است که باید این زمینه را برای شناسایی مساید می سازه. اگر طالبان نتانن نتونن این میاروها را پر کنن طبیعی است که جهان بسیار با احتیاط برخورد میکنه و شاید که اگر از اول شاید که به رسمیت نشانستن و اگر به رسمیت هم شناخته شود در یک مسئله زید و نقیز در برابری کشورها در برابری تزاد بر یک دیګر افغانانونه بر اسنادت نشولاسنه چې با دوه بدی ابزاری او استخباراتی درا کې افغانانونه بر یو فاجعه دیګر نږدې میکنه خو خل یمن سب د امریکایي ځواکونو راتګ غوسه چې اسلامي مراد د مواردو تسویات کړه د شرایط پوره نکړه لشي بلخه د امریکایي ځواکونو راتګ سره د اسلامي مراد برخلیک او د افغانان برخلیک په ټوله کې څنګه ګرځوي باز هم صحبت های قبلی تکرار میکنیم که امریکایی ها پای تعهدات خود استاد هستند و از طرف دیگر هم افغانستان برای امریکایی ها بسیار, بسیار مهم است و هم لیستان و اوکراین و دامنه های اوزای بالتیک چرا که امریکایی ها به این نظر هستند که نظم نوین جهان باید مدیریت کنند به این خاطر افغانستان قطعا نمیتونن که از خود دور بسازن اما تا جایی که ما معلومات داریم یک بدنه از شخصیت های امارت اسلامی شاید در سیاست های منطقوی با ایالات متحده امریکا همسو باشند اما یک بدنه این نظامی ها یک بدنه شخصیت های سیاسی امارت اسلامی قطعا با امریکا مخالف است و این دیدی دیدهای متفاوت باعث شده که ما نتونیم یک رو یوک منافی امنیتی مشترک در منطقه با امریکایو کنارګییم یا هدی اقل د مولاروی تعوداتی کی در خطر صورت گرفته بوین این اوزا یوک مقدار متشنچ است و ای تشنج هم امریکایو را به یوک نوعی خا... به استیلوا خالیزه ساخته و از یک طرف هم امارات اسلامي رم درې خلای قانوني قرار دهل است د ده 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 اسلام امارات مبارزه د حقوقی جګړه ټول د اسلامي افغانیر زختون د پروه او ویل چې موږ جهاد کوو د مقدس جهاد او موږ د مقام او توکيب پرونه لرو تاسو چې د دوی ترمنځ یو ډول تشنوچته د تشنوچت پهsede ببينئ خو بحث جهاد مو کشورҳои بخوایم نه خوایم د هاکشوري اسلامي دریم یو افغانستان نمیتونه چې یو کشور اسلامي وشي جمهوریت اسلامي پاکستان ایران کشورҳои آسیای میانه کشورҳои شرقي میانه همي کشورҳои اسلامي ديستن همه می‌بینیم از مجرای افکار عمومی برای توضیح قدرت یا رسیدن به رأس قدرت به اصطلاح اقدام می‌کنند. ما شریعت ما متفاوت از جهان اسلام نمیتونه باشه ولی به هر حال من فکر میکنم که نیاز به یک گفتمان اکادمیک در حوزه ای اسلامی و سیاسی داره که تا عدی ما نباید این در این رابطه تصمیم بگیریم همه کشور مسلمانان حالا به هر رنگ قیافه ای که میگردن همه خدا را قبول دارن همه یک تا پرست هستن پیغمبر را قبول دارن حج قبول دارن همه بناهای اسلامی را قبول دارن به می خاطر سالهای متمادی جهاد کردن ما فکر کنیم که تا زمانی که افکاری عمومی در تقسیم قدرت و رسیدن به قدرت و بالاخره ساختار یک جامعه سیاسی افغانستان شمول اگر این ای ترسیم نشه و همه مردم تصویر خدا یک صدا در اینجا نبینند هم برای جامعه جهانی و خصوصا ایالات متحده آمریکا نمیتونه قابل قبول باشه و هم برای مردم افغانستان میتونه که این یک خله باشه که همیشه از این خله په ضد طالبان امارات اسلاميه بتانن ایکسسري فشارҳои را وارس کنن bale خو غلای مين سبد اسلامي اماراتو چې امریکا د دوه هیل تړون را ورسته کله چې تړون لاسلیک شو لا غیر ورسته د تعهداتونه سرغړونه کړی دا تعهدات باندې ژمنه ندی ولاړ تصویر <تصفح> چې امریکا له اوسمه خپل تعهدات تجمنه ده کجمنه ده د افغانستان باندې ویلي اقتصادي تحریمونه گرچه افغانستان تحریم اقتصادی نکرد آمریکا اگر دقیق شیم خب این پول های پشتیبانه به های مردم افغانستان و نظام سیاسی در افغانستان است تا زمانی که افغانستان مشروعیت سیاسی خود به عنوان یک واقعیت جهانی نگیره تبیس که مجراهای قانونی نمیتونیم وارد این چه قضیه شویم و تعدادی هم که توافق نامهایی که در قطر صورت گرفته هم نکات برجسته شما قبلا هم خدمت شما عرض کردم ما کوتاهترین راهی که میتونه, میتونه حل این معضل باشه ایست که امارات اسلامی زمینه یک گفتمان میان یعنی های سیاسی و حقوقدانان افغانستان، آمریکا و قطر و پاکستان کسایی که نقش بسیار بارزی را در قطر نامه یا توافق نامه قطر داشتن میتونه که در حضور مطبوعات این زمینه را مساید کنه تا یک گفتمانی صورت بگیره که تخطی ها متعلق به امارت اسلامی است یا, یا متعلق به ایالات متحده امریکا است و یا جانب دیگری ناباید مو پشت پرده صحبت کړم. یک قضایې را باید بو با افکار مردم در در حضور مطبوعات به شریک بسازیم که تا از مجرای حقوقی و قانوني باید قضایا تعقیب شود. بله. خو هغه همین سبد ورسته پختنې په توګه باندې و خپلما کل چې امریکایي ځاکونه لافغانستان وو تلاخین د دوی فوزی او سایت او تجهیزات لپاره پاتش ولاوغه اسلامي وره ځاکونه لا استورغلل. وس ترتی ودان دی ډونالد ترامپ دی باندې دښنه څرګند کړو وس د امریکایي سناتورم پم دی ښکنه څرګند کړی چې ګویا د واد امریکا امنیت ته خطر پیښ کړی ا س تاسو په نظر باندې د امریکا ویره یوازې د موږ وسلو او موجودیت نه د کنه په غوړی په سیمه کې بل څه ته هم اهداف هم لري چې هغه په بهانه باندې تعقیب کیږي تابېست چې کی جو اهدافي حقوقي هم هست اهدافي استخباراتي هم هست اهداف سیاسی هم است حالا پوتین در یک رئیس جمهوری روسیه در یک محفیل یادوار شد که طالبان پاکستان به صلاح های امریکایی و ناتو دست پیدا کردن بالاخره می تشنجاتی که میان پاکستان و افغانستان هست یک بخش هم که طالبای پاکستان از صلاح های امریکایی مجهز شدن که حالا چقدر واقعیت داره یا نداره ارتباط میگیره به امارت اسلامی که مستند سازی کنه و برای رسانه ها شریک بسازه دوم امریکایی ها به این نظر بودن نظر به تعهداتی که داشتن که سلاها نباید در دست جنگجویان دایوش و یا القایده و یا گروه های دیگری که به عنوان تروریست پیش از اونا معرفی است و دستی از اونا قرار بگیره نظر به او تعداد باید یک نظام تشکیل شود و, و بالاخره اردوی ملی شکل بگیره و سلاها ها در اردوی ملی تنظیم شود ولی با تاسف که اوزا شکل دیگری رقم خورد و قضیه افغانستان قرار بود که مسالمت آمیز قدرت به یک نهادی یا به یک جریان یا بالاخره به با یک جمعی باید تسلیم داده شود ولی چنین نشد و طالبان هم بدون برنامه واردی مرکز شدن و امریکایی هم با یک حالت فجی کشور افغانستان را ترک کردن و این سلاح هم به دست هر کسی که افتید بالاخره میتونه یک خطری برای هم کیشورای منطقه باشه تا کی اگر طالبان بتوانند قناعتی کشورای منطقه را فراهم سازند او یک بخش دیگه است ولی دیدی جهانی است کی ان صله ها یک تهدیدی برای منافع منطقه میتونه باشه د سیاسی امنیت چارشنو که خالای مقدم امین سکورمدن خبروان کم ګډون کړه او موضوع را سره باسله سلامت مننه سره ترنول دین کوله تا سو مننه کوم چې د خبروان تر پښی شی بور سره وای تربیشه ز درن حضور تاسو ریګم پلیو بخوند کی خدای مسپارم